پردایس در زبان انگلیسی برگرفته از زبان اوستایی هست. ما پردیسا یا پردیس رو در زبان اوستایی در زبان پارسی باستان داشتیم و این وارد زبان یونانی شد. از اونجا این واژه به حال واژه ها همیشه وقتی که از زبانی به زبان دیگه میرن معنی ها رو هم با خودشون گاهی وقتا نمیبرن، یعنی گاهی وقتا معنی رو میبرن گاهی وقتا معنی عوض میشه. مثلا من به این حوزه میگم فلان واژه و بعد وقتی این میاد یه واژه یه حوزه مشابهی رو در بر میگیره. همین وارد رو ما توی این واژه پردایس داشتیم. وقتی وارد واژه وارد زبان یونانی شد در زبان یونانی پارادایس به جایی گفته میشد، به یک پارک، به یک باغ، به یک باغچه سلطنتی که دور تا دورش دیوار باشه گفته میشد و به معنی بهشت نبود. اما در واقع در زبان پارسی باستان هم در زبان اوستایی هم یک بخش یک معنیش همون باغ بود، باغ سلطنتی بود. اما خب یه بخشش هم که بهشت بود اون وارد یونانی نشد. اما توی چرخش این واژه در طول دفتر بین این زبان ها دوباره این معنی بهش برگردونده شد، از یونانی وارد لاتین شد، از لاتین وارد فرانسه شد و از فرانسه وارد انگلیسی و شکل هاش عوض شد، تلفظش عوض شد، معنی هاش دوباره جابجا شدن و وقتی وارد زبان انگلیسی شدن پارادایس دیگه به شکل پارادایس در اومد و به معنی بهش هم وارد زبان انگلیسی شد و اون بحث باقای سلطنتی اینها اونچنان پارادایس به عنوان پارادایس شاید در معنی های دوم سوم وقتی بررسی میشه چرا، ولی خود پارادایس برای یک انگلیسی زبان به معنی بهش هست که ریشش از زبان انگلیسی هست. این واژه به زبان های دیگه هم باز وارد شد، از زبان البته درست بعضی جاها ما ریشه رو نمیتونیم درست پیدا کنیم، یعنی اطلاعات کافی براش نداریم. و اینکه این واژه از انگلیس فرانسه وارد عربی شد یا از پارسی وارد عربی شد درست نمیشه این رو مشخص کرد، اما این واژه از زبان از همین ریشه وارد یا مستقیم از پارسی یا پس از واسطه فرانسه وارد عربی میشه و فردوس ازش درست میشه. به هر حال در زبان عربی چون صدای پ وجود نداره ما اون رو فردوس میشنویم و واژه فردوس هم برگرفته از همون پردیس و پردیسا هستش که همه ریشه در زبان پارسی دارن. این یکی از اون موارد. یکی دیگه از واژه هایی که از ریشه پارسی داره واژه بابوش هست. در انگلیسی ما واژه‌ای داریم به نام بابوش. بابوش به یک نوع دمپایی یا پاپوشی گفته میشه که دارای پاشنه نیست، پاشنه نداره و اون در بهش بابوش گفته میشه. از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی میشه اما خود فرانسه اون رو از بابوج، از بابوج عربی میگیره. اما عرب ها اینو از کجا میگیرن؟ عرب ها از پاپوش میگیرنش. یعنی واژه در ابتدا پاپوش هست، پا به معنی لگ، پا فوت در واقع فوت هست و پوش پوشش دنده پوشاک و پاپوش وقتی وارد زبان عربی میشه باز به خاطر نداشتن حرف پ تبدیل به بابوج میشه. بابوج وارد فرانسه و بعد اون وارد انگلیسی میشه و میشه ببوش. وقتی ما ببوش رو میشنویم شاید در ابتدا زنگ نمیزنه در گوشمون که آه این همون پاپوشه، اما پاپوش به اون در واقع واژه اصلی ببوش هست. بعد دوباره وقتی نگاه میکنیم بعضی وقتا ما واژه‌ای رو که وارد زبان دیگری میکنیم دوباره اون برمیگرده به زبان ما، ما اون شکلی هم دوباره تلفظش میکنیم، اونجوری میگیمش. از این موارد هم داریم، بهشون برمیخوریم حالا توی نمونه‌ای که کار میکنیم و گاهی وقتا هم تغییر معنی ایجاد میکنه. و خب ما مثلا پاپوش رو در اون زمان برای این نوع دمپایی ها استفاده میکردیم که الان استفاده نمیکنیم و الان پاپوش یک موضوع دیگه پوشاک نیست. وقتی ما از پاپوش داریم صحبت میکنیم معمولا بحث نمیدونم یک تهمت، یک دستیسه، یک چیز اینچنینی هست. وقتی صحبت از اونها میشه تو اون حوزه صحبت میکنیم حرف از پاپوش به میون آورده میشه و ما از پاپوش دیگه برای اون پوشاک استفاده نمی کنیم.